به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام بر شما خوش آمدین به سنترال افغانستان توجه شما را جلب بکنم به مهمترین خبرهای 28 آوریل و برابر با 8 سور سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید که گروه طالبان در نشست نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان به میزبانی آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان در دوها دعوت نشده است دو جاریک سخنگوی سازمان ملل متحد افزود است که نشست دو روزه دوها پشت درهای بسته به هدف تمرکز بر تعهد بین المللی حول اهداف مشترک برای یک راه دوامدار رو به جلو در افغانستان است این نشست در حال قرار است برگزار شود که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته به اتفاق آرا ممنوعیت کار زنان برای دفاتر این سازمان از سوی گروه طالبان را محکوم کرد و از این گروه خواست که به سرعت محدودیت‌های وضع شده را علیه زنان افغانستان لغو کند طالبان اما امروز در اختاب متقابل قطعنامه شورای امنیت را محکوم کرده و گفته است که ممنوعیت کار زنان از مسائل داخلی افغانستان است و باید با آن احترام گذاشته شود نشست دوه پیش از برگزاری آن در روزهای گذشته بحث برانگیز بوده است و شمار در مورد تبدیل شدن این نشست به محل برای گفتگو درباره بر رسمیت شناختن طالبان ابراز نگرانی کرده است این سخنان پس از آن بیشتر مطرح شد که آمنه محمد معاون سازمان ملل متحد در یک نشست در آمریکا تایید کرد که در این زمینه گفتگوی جدی صورت خواهد گرفت اخیران که سخنگوی سازمان ملل متحد می گوید نشست پشت درهای بسته برگزار می شود مردم افغانستان را بیشتر نگران کرده است کامران رجبزاده رئیس اداره نیروهای مرزی بدخشان تاجکستان در درگیری با افراد مسلحی که از افغانستان وارد آن کشور شده بودند کشته شد خبری که نشان میدهد واقعا افغانستان به مرکز تروریزم بینالمللی مبدل شده و کشورهای همسایه افغانستان را به شدت تهدید میکند کمیته امنیتی ملی تاجکستان به تازگی بدون نام بردن از کامران رجبزاده گفته است که یک نظام این کشور در, در درگیری با قاچاقبران کشته شده است کارشناسان میگویند که نشانه های واضح مبدل شدن افغانستان به پناهگاه و لانه امن ترورستان بین المللی است. فر... یک فرماندی در واقع سرحدی تاجیکستان در سر مرز با افغانستان کشته شد و این نشان میده که گروه های تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان فعال هستند و در واقع هم افغانستان را امنیت افغانستان را و هم امنیت کشورهای منطقه را تهدید میکنن در همین حال وزیر دفاعی روسیه گفته است که گروه های افراطی مستقر در افغانستان فعالیت های خود را در جمهوری های همسایه افزایش داده است خبرگزار اسپوتنیک روسیه گزارش کرده است که سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه این سخنان را روز جمعه 8 ثور در نشست وزیران دفاع سازمان همکارهای شانگهای در دهلی نو با اتخت هندوستان بیان کرده است او گفته است که وضعیت در منطقه آسیای مرکزی پیش زمینه های برای وخامت بیشتر اوضاع است همزمان تهدیدی اصلی از سوی گروه های افراطی متعددی می آید که در افغانستان مستقر شدن و فعالیت های خود را در جمهوری های همسایه افزایش داده است و گفته وزیر دفاعی روسیه احتمال نفوذ بانها با و سازمان های تروریستی مختلف بین مانند داعش القاعده جنبش اسلامی ازبکستان و جنبش اسلامی ترکستان شرقی که همگی در فدراسیون روسیه ممنوع هستند رو به افزایش است و تصریح کرده است که باید در این عرصه توجه جدی صورت بگیرد پس از آن که شورای امنیت سازمان ملل متحد ممنوعیت کار و آموزش زنان توسط طالبان در افغانستان را محکوم کرد این گروه میگوید که این مسائل مربوط افغانستان است و مربوط میشود به مسائل اجتماعی و داخل افغانستان و به کشورهای خارجی نه ربطی دارد و نه تأثیر. وزارت خارجه طالبان گفته است که این گروه به حقوق زنان متحد است و تفاوتها باید مورد احترام قرار گیرد شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه برخورد تبعیضآمیز طالبان با زنان و دختران را در افغانستان محکوم کرد اعضای این شورا از طالبان خواستند که سیاست های علیه زنان و دختران افغانستان را و خصوص در بخش ممنوعیت آموزش و کار زنان را فورا لغو کند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهور ایران گفته است که برای پیگیری حقابه ایران از رود هرمن در هفته های آینده همراه با یک هیئت به کابل سفر می کند. علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران که همزمان معاون رئیس جمهور نیز هست روز پنجشنبه هفتم سمر به خبرگزار اسنا گفته است که در حال رایزنی با هیئت حاکم افغانستان یعنی گروه طالبان هستیم تا در یک دو هفته آینده همراه با هیئت به کشور سفر کرده و موضوع حق آبا را به جدی پیگیری کنیم معاون رئیس جمهور ایران با بیان که شرایط برای سفر به افغانستان در حال مهیا شدن است افزوده است که در اولین فرصت در رأس هیئت به این کشور سفر میکند از سوی دیگر خبرگزاری اسنا به نقل از حسن کاظمی قومی سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان نوشته است که بر اساس اقداماتی که صورت گرفته است نوید این را می دهد که امسال آب دریای هرمن رها شود و در ایران شاهد کم آبی نباشیم و افزوده است که یکی از ملاک های اصلی تعامل ایران با گروه طالبان میزان پایبندی این گروه به معاهده هرمن و حقابه ایران هست شهروندان کشور ما میگن افغانستان خدا کافی ندارند و طالبان با خاطر اینکه بر رسمیت شناخته شوند و دل ایرانی ها را به دست بیاورند حتی تلاش میکنند که مردم افغانستان از گشنگی و تشنگی بمیرند ولی ممکن است این آب را به سوی ایران رها کند در آستانه نشست دوها آنتونا بلنکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا بر ایجاد حکومت فراگیر و تضمین احترام به حقوق دختران و زنان در حاکمیت طالبان تاکید کرده است وزارت امور خارجه آمریکا در خبرنامه گفته است که آقای بلینکن این موضوع را رو روز یک گذشته پنجشنبه هفتم سور در دیدار با آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در واشنگتن آمریکا مطرح کرده است و نقل از خبرنامه در این دیدار در مورد های اخیر طالبان در برابر کار زنان در دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز بحث شده است حمله روسیه بر اوکراین و جنگ داخلی در سودان از دیگر موضوعاتی بود است که دو طرف با هم دیگر روی آن بحث و تبادل نظر کردند. استاد اسماعیل مشعل استاد دانشگاه و معترض به سیاست های زنان و دختران از سوی طالبان به علت ابتلا به مشکل تنفسی و استفراغ خونی در شفاخانه بیستری شده است. آقای مشعل حدود نیم ماه در بند گروه طالبان بود و خبرهای نشر شد که او در زمان بازداشت از سوی گروه طالبان شکنجه شده است آقای مشعل با نشر ویدیویی از خود در شبکه‌های اجتماعی از مردم افغانستان خواست است که برای بهبودی و صحت یاب شدن وی دعا کند بی بی به نقل از آقای مشعل نوشته است که او از روز دوم عید سعید فطر وضعیت صحیاش بدتر شده است آقای مشعل بیماری خود را فشارهای عصبی روحی و اقتصادی عنوان کرده است تا به حال دکتران در مورد مشکلات صحی آقای مشعل چیزی نگفت است و تشخیص داده نشده است که واقعا مشکل صحی او چیست آیا ناشی از ضرب و شتم است که طالبان در زمان زندان بر وی تحمیل کردن و یا مورد دیگر از توجه و همراهتان با سنترال افغانستان جهان سپاس اگر از درچه فیسبوک کنین هستین و اشتراک بمانین و اگر دیدگاه و نظر و پیشنهاد دا دارین از طریق کومنت ها و یا پیام با ما شریک سازین Central Afghanistan.